سلام، امروز با من همراه باشید. سارا هستم، دوستان میگن سارکوپولو. میخوایم ما هم بریم یه پروژه عکاسی داشته باشیم در کاپادوکیا، روستای گلمه. این شما و این کلی عکس باحال. مدلای امریکن اونو پیک آپ کنید، آمریکایی هم بچه ها. روستای گرمه جاهایی هست که به شما ماشین، لباس، بال فرشته و چیزهای دیگر رنت میدن تا بتونید باشون عکاسی بکنید. البته ازشون میتونید بلیط سوار شدن به بالون و دیگه تورایی که دارن هم خریداری بکنید. روستای گرمه پر از هتلایی هست با سبک سنتی، مثلا این هتلی که اینجا میبینید. هتل اینجا معمولا از شبی 20 یورو شروع میشه تا 4000 یورو هم میره. هتلایی که داخل اتاقاشون چشمه آب گرم هست، خدمات بهتری ارائه میدن یا اینکه تو دل کوه هستن. شهر کاپادوکیا زمانی جزء امپراتوری روم باستان بوده. قدمتش به 4000 سال پیش میرسه. در گذشته دور ساکنان این مناطق شروع میکنن به ساختن سازه ها و مکان های برای زندگی تو دل این سنگ و صخره ها. البته اینا حاصل از فرسایشه. نتیجه این ساخت و سازها شهری میشه که تا چشم کار میکرد سنگی بوده. کلیساهایی در میان غارها با معماری خاص، تونلای تو در تو و خب موزه گرمه و شهرهای زیرزمینی جاذبه های مشهور این شهر توریستی هستند. به این نوع سنگا و به این شکلش میگن پریپاجلا. حالا من دقیقش رو براتون پیدا میکنم، ولی فکر کنم میشه پای فرشته ها، چون که یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم، اینا ساخته ای دست انسان نیست، برای همین هم انقدر این روستا معروفه و این همه توریست میاد. اینا گداخته های آتش فشان هست که به مرور زمان تغییر شکل داده به خاطر آب و هوا، بارندگی و در نهایت این شکلی شده و حالا اومدن داخلشون هتل ساخته. خب بچه‌ها که میبینید اسمو پاکت هست برای فرزاده و من امروز دارم بهش کمک میکنم که اولین ویدیوی یوتیوبش رو بگیره. مدلامون هم که با ماشینی که قرار باشه عکاسی بکنیم اومدم. فکر کنم که خیلی عکس قشنگی بشه. I will send you. Bunun üstünde gidemez değil mi? Bunu... خب من نمیتونم بگم که عکاسی کردن دوست ندارم، چون یکی از کارهایی که تو تولید محتوا انجام میدم به هر حال فیلمبرداری و عکاسیه. اما میتونم بگم بین این که عکاس باشم یا مورد عکس قرار بگیرم، چه جمله گفتم، یعنی که مدل باشم و ازم عکس گرفته بشه، قطعا انتخاب میکنم که ازم عکس گرفته بشه. کلن عکاسی سخته تو این هوا که دیگه خیلی ساعت هم بهتون میگم که تازه 10 دقیقه به 10 کلن تایم خیلی مناسبی هم برای عکاسی نیست، اما چون که مدل ها مسافرن و اینجوری برنامه ریزی کردن که صبح برن بالون سوار بشن از ساعت 5 صبح و بعد بیان برای عکاسیشون،
دیگه واقعا اومد به خاطر این گیاه هاست اینا من به اینا آلرژی دارم. چقدر ترغیب شدم که اسمو پاکت بگیرم. قسمت استوری مود داره و خودش شیما رو به هم میچسبونه، روش موزیک میذاره. خیلی خفم بود. الان چند شام تایم کردم. بسامین توی ایالت اوهایو حالت جایزه و مسابقه گذاشتن بین کسایی که واکسیناسیون کردن. از هر 5 نفر یه نفر میتونه $1,000,000 برنده بشه اگر که واکسن زده باشه. و توی ایالت آمریکا فقط تو اوهایو اینجوریه. حالا من فکر میکنم که این علکیه و یه شایعه است. از ایشون پرسیم، خودش جورجیا زندگی میکنه اما اصالت مال اوهایو و پدر و مادر و برادرش هم اونجا، میگه که درسته. واقعا باورم. خب تا اینجا که پروژه عکاسیمون خوب بود. Everything is good? Yes. Nice. خیلی خوبه. از چهرهشون اصلا مشخص هر دوشون راضی بودن. حالا دیگه عکساشون ببینم من خیلی سورپرایز میشم. یکی از بچه ها با ماست. دیگه از مدل ها با ماشین کلاسیکی که عکاسی کردیم و داریم میریم یه جایی دیگه که ادامه عکاسی داشته باشیم. ویدئوهای خفن هم براتون بگیرم. اسم خاص نداره. الان همه این محدوده روسای گرمه است. آره. البته گرمه میگم بیس اصلی شهر مثلا هتل ایناش بیشتر اینجا هستش. ولی کاپادوکیا کلا یه منطقه خیلی بزرگه. بعد همه جای کاپادوکیا از اینا میتونه بری. ولی بیشترین مشهورترین جای چیزش نزدیک به گرمه. یکی از سازه‌هایی که مردم کاپادوکیا در گذشته ساختن دودکش‌های افسانه‌ایه که اشکال مختلف داره. بیشترشون بلند و کشیده هستن. بالاترین نقطه‌شون یه سنگ بزرگ قرار گرفته که از سنگ‌های زیرین سخت‌تر. به همین دلیل از فرسایششون جلوگیری می‌کنه. این سازه‌های عجیب تو بیشتر مناطق کاپادوکیا به چشم می‌خوره و یکی از شناسه‌های این مناطق و یه جورایی نمادشون هست. ساعت 11 آفتاب خیلی زیاده. واقعا بدون عینک بگم اصلا نمیشه وایسا. و کاش اصلا من کلاه آورده بودم در این حد آفتاب شدیده. با اینکه زد آفتاب زدم فکر کنم کلی سوختم. این لوکیشنی که خودم برای عکاسی میام و حالا یه روزی که فرزاد کار نداشته باشه قراره که روزی باشه که از من عکاسی میکنه. فکر کنم 4 تا 5 تا پروژه عکاسی مدت داره. امروز که بهم خوش گذشت و جالب بود، امیدوارم برای شما هم ویدیو باحالی شده باشه. برای همین احتمالاً بقیه عکاسی هم باش بیام. حالا مدل‌ها مختلف هستن، مثلا مدل‌های آمریکایی بودن، حالا از اسپانیا هستن، از خود ترکیه هستن، ایرانی فکر کنم نبوده تا حالا توی پیجش که من دیدم. اینجورم شدی من کلیپ هم به همه کسایی که ترکن نشون میدم. دیدیم که از سواری هم میشه اومد توی این محدوده. بکنم عکس های خیلی قشنگی هم بشه. بخواییم خودشون رو شروع کنیم. Let's go. So nice. فهم امروز فهمیدم که لباس ساتن الان تو آمریکا موده، چون هر لباس پوشیدن ساتن بود. خوشگلم بود لباساشون، ولی دقیقا پارچه همه لباساشون ساتن بود.
شما چین روشن نمیشه. خب پروژه عکاسی امروز به پایان رسید. مدل ها رفتن هتل. منم میخوام برم خودم استراحت بکنم. فرزادم سیکی با داره بانک. گفتم بهتون بگم هر کی چی کار میکنه و نظرم هم بهتون بگم. ببین من فکر میکردم تا الان چیزی که خیلی معروف بود و گفته بودن این که کاپادوکیا به شهر بالونا معروف بود. فکر میکردم که فقط اینجا میان و بالون سوار میشن همین. اما توی همین دو سه ساعت هنوز خودم همه جا رو نگشتم. آقا خوبه منم تو فیلم های یوتیوب شما اینجوری بکنم. خودم همه جا رو نگشتم ولی چیزی که فهمیدم اینه که خیلی تفریحات بیشتری داره. کلی چیه اسمش اینجوری ها؟ های ماشین ها میرن سفاری؟ آره سفاری و اینا میشه رفت. کلی رستوران هایی با حال داره. فکر کنم شبا خیلی با حال باشه. از این موتورا بعد خیلی الان توریست هست دارم میبینم. حالا از چهره هاشون میشه حد زد توریست های اروپایی خیلی زیاده نسبت به زمانی که شما مثلا اومدی. نمیدونم همیشه مثلا خیلی بیشتر بوده ولی اون چیزی که من میبینم تو این دوران پاندمی خیلی هست. آره به خاطر کرونا و این داستانه قرنطینه کم شده. این خیلی اینجا راه نمیشه اصلا نمیشه راه. آها کلاسیک کار فلوکس مثلا اینا رو فلوکس سوار نمیشه. اینا اینجا کرایه میدم ساعتی 100 دلار اینا باحاله. بعد 100 یورو 200 یورو فروشگاه های چیز دیدم بچا لوازم دکور و صنایع دستی و اینا. اینکه مردم هم پیاده روی میکنن خب طبیعت خیلی جذابه. بیشتر حالت مثلا با تجهیزاتی که داشتن کوه نوردی و اینا کلا خیلی باحال. خب بچه‌ها بذار شروع کنیم. بوجه جوجه رنگ داره. عکاسی شروع میکنیم الان. لیتس گو.